در ادامه می‌فرماید ذکر خیال بداندیشان و قاصر فهمان در باب مثنوی با آنکه جامع جمیع مراتب و مقامات و حالات سالکان است و به حقیقت آن بینانا شدن و از بطون آن غافل گشتن و آن را ناقص گفتن از کمال قصور خود و فی الحقیقه آن قصور و نقصان راجع به خود ایشان است نه به مثنوی، چنان که کافران نسبت به کلام ایزدی ان هاذا الا اساطیر الاولین می گفتند و کمال قرآن را از طعن طائنان هیچ نقصانی نبود، بلکه همه نقصان بدیشان بود که الکلب یبوه و البدر یلوه. خب این که مثنوی بسیار کتاب بلندی است و به حق شیخ بهایی آن دانشمند عظیم مثنوی رو قرآن فارسی خوانده است و گفته است که گرچه بر مولوی وحی نمی شده است ولی مثنوی او مانند قرآن است که بسیار حاوی مطالب و معارف عظیم است. اکنون خود مولانا در باب کسانی که مثنوی رو درک نمی کنند، مثنوی رو فهم نمی کنند و با او به مخاصمه برمیخیزند و با او دشمنی میکنند با اینها سخنی میگوید. در موارد قبلی گفت که ماه 14 و ماه تمام هرگز از تابش خود به خاطر اوی چند سگ صرف نظر نمی کند و البته حتما به راه خود و به مسیر خود ادامه میدهد. در اینجا می‌فرماید خیال بداندیشان و قاصر فهمان، کسانی که فهمشان قاصر است، فهمشان کوتاه است، قصیر است، اندازه اندیشه‌شان به اندازه‌ای نیست که بتوانند معارف بلند و حقایق عظیم و کامل را درک کنند. خب به هر حال این یک اصل است که هر کسی حق ندارد از هر چیز بداند و حق ندارد هر چیزی را که میخواند بتواند بفهمد. این یک اصل است. انسان ها هم از نظر هوش و فراست و آگاهی متفاوتند، هم از نظر علم و دانش متفاوتند و البته هر سخنی جایی و هر نکته مکانی دارد و هر کسی لایق آن نیست که سخنان بزرگ به او گفته شود، چرا که او اون را فهم نخواهد کرد. چنانچه یک کودک دبستانی لایق آن نیست که ما یک سخن بزرگ و سخنی از دانشمندان به او بگوییم، چون که او غایت قصوای فهمش چیزی در حدود اندیشه خود است و بیش از آن در نمی‌یابد. و اینکه ما مثنوی رو انتظار داشته باشیم همه بخوانند و همه بفهمند البته این عبث و بیهوده است. شما میدانید که مردم غالبا با چیزهای احساس هماهنگی و همانندی میکنند، حتی با اشعار. مثلا غالب مردم با اشعار حافظ احساس همراهی و همانندی میتوانند بکنند، چون سطح اشعار در حد عوام است و عموم مردم می توانند از آن بهره بجویند و از آن لذت ببرند و البته این امر بدی هم نیست. اما فهم مثنوی با فهم همه چیزهای دیگر متفاوت است. همچنان که مثلا کسی ممکن است صائب را بخواند متوجه نشود ولی حافظ را بخواند و متوجه شود، ممکن است کسی بیدل بخواند توجه نکند ولی سعدی را بخواند و درک کند. اینها به هر حال روش‌هایی است و شرایطی است. خاقانی را درک نکند، فضولی را درک نکند، چون شرایط
ادبی و شرایط ماهوی سخنان اینها اندکی متفاوت است با سایری. شما حتما در میان عموم مردم کسانی رو دارید که از سخنان ساده دیگران بهره برده باشد، اما اساسا مثنوی فراتر از همه این هاست و ورای همه این افکار است و میتوان گفت شاهکاری است در عالم ادبیات که مانند آن نه آمده است و نه خواهد آمد. بنابراین فهم آن مستوجب و مستلزم چند مسئله است. یکی آشنایی با فلسفه، آشنایی با کلام و دین، آشنایی با عرفان نظری و آشنایی با ادبیات غنی عرفانی و میراث فرهنگی عظیم عرفانی و البته یک ممارست و تمرینی هم می‌خواهد که انسان بایستی با مثنوی ممارست و تمرین داشته باشد. همچنان که در مورد قرآن کسی که تازه به شروع به قرآن خواندن کرده است خوب او را درک نمی‌کند، بعد از 20-30 سال که قرآن خواند و با او مأنوس شد تازه به برخی از مطالبش دست پیدا می‌کند. و مثنوی همچنین است، انسان بعد از 20-30 سال که غور کرد و در او اندیشه کرد شاید بتواند کم کم مفاهیم او رو درک کند. اینکه انسان سخن بسیار بزرگی بگوید و دیگران و غالب مردم از فهم آن ناقص باشند و از فهم آن قاصر باشند البته درد بزرگی است و مولانا وقتی خود این مثنوی رو میگوید میداند که سخن او با خواص است، سخن او با خاص الخواص است و اندیشوران و اندیشگران بزرگ میتوانند عمق این سخنان رو متوجه باشند. ذکر خیال بداندیشان و قاصر فهمان، آنهایی که فهمشان قاصر است و بداندیشند. بداندیشی از چه زمانی آغاز شد؟ از زمانی آغاز شد که مولانای سجاده نشین، مولانایی که شبها به قیام سپری میکرد و روزها به روزه سپری میکرد، ناگاه در میان بازار پنبه فروشان همه چیز را رها کرد و بر گرد خود چرخید و سما آغاز کرد و با هروله موسیقایی خود جان عالم رو به شورش افکند. از آن زمان عده‌ای که به ظاهر شریعت توجه می کردند او رو منع کردند و از او دور شدند و او رو کافر پنداشتند و کسان دیگری که در وادی دیگری بود که خود اینجا خواهد گفت، کسان دیگری که غیر مذهبی بودند و با مسائل مذهبی آشنا نبودند آنها هم از آن جهت به او طعنه می کردند. دو گروه همیشه به مولانا تاختند، یک گروه با مذهبان و یک گروه بی مذهبان. با مذهبان از آن جهت که با آن مذهب ساختاری و با آن مذهب ساختگی که در ذهن خود دارند اینها رو منافی می دانند و این سخنان رو خلاف مذهب می شمارند، و دیگران هم که میگویند این مثنوی که کتاب چندان جالبی نیست، همش از قرآن و پیغمبر و موسی و عیسی سخن گفته است و از سخنان دیگر و از عرفانهای دیگر هیچ سخنی به میان نیاورده است. ذکر خیال بداندیشان و قاصر فهمان در باب مثنوی. با آنکه این مثنوی جامع جمیع مراتب و مقامات و حالات سالکان است، هم مرتبه های سالکان و عارفان رو نشان داده است، هم مقامات آنها رو و هم حالات مختلف عارفان رو نشان داده است و به حقیقت آن بینا ناشدن، یعنی نابینا هستند و حقیقت مثنوی رو درک نمی کنند و از بطون آن غافل گشتند، از درون آن، از بطنهای آن غافلند و از تو در توی عظیمی که در این کتاب وجود دارد از آن غفلت کردند و آن را ناقص گفتن از کمال قصور خود و گفتن این مثنوی ناقص است،
چرا که اگر ناقص نبود میبایست از اول به شکل مبوب و به شکل باب مشخص، مانند مثلا صد میدان خواجه عبدالله انصاری، مانند آن از اول از ابتدای مسائل عرفانی شروع میکرد، مثلا در باب یقظه سخن میگفت، بعد در باب توبه، بعد در باب انابه و همچنین ادامه پیدا میکرد تا اینکه صد مقام عرفانی رو بهش برسونه. ولی اینجا گاهی در مقام مثلا هفتادون سخن گفته، گاهی در مقام 32 سخن گفته، گاهی آمده از پایین و گاهی بالا رفته است و این نسبت رو نمیپسندیدند و این کتاب رو کتاب مکتبی و مدرسی نمیدانستند. اما مولانا جوابی که به این اشخاص میدهد این است که قرآن هم چنین است، قرآن هم از یک جا شروع نکرده و به یک جا خاتمه نیافته است. قرآن که معجزه هست دقیقا همین روش رو دارد و در حقیقت مولانا از روش قرآن مستقیما تبعیت کرده است. حکایت هایی که در مثنوی هست بیانگر حکایاتی است که در قرآن هست و سخنانی که گفته می شود در هر موضع و در هر جایگاه یادآور همان سخنانی است که قرآن در خود دارد و هیچ کدام دارای ابواب معین و شرایط مشخص و معین نیستند و آن خود دارای حکمتی عظیم است. میگوید که انسان اگر قاصر باشد خود نفهمد، میگوید این غلط است. الناس اعداء ما جهلوا، حضرت علی فرمود که مردم دشمنند با آنچه نمیدانند. مردم آنچه را که ندانند میگوین غلط است، آنچه را که علمشان به آن نرسد میگوین چون این چیزی وجود ندارد، انکار میکنند، وجودش را انکار میکنند. ما خودمان هم چون نسبت به خیلی از چیزها علم نداریم، آگاهی نداریم یا تجربه نداریم، ممکن است چیزی رو بگوییم در وهله اول که نه این امکان ندارد. روش علمی به ما می آموزد که این که بگوییم این امکان ندارد رو از خود دور کنیم. هر چیزی ممکن است و هر چیزی امکان دارد که انجام یابد، غیر از آن بدیهیات عقلیه که معمولا دیگر در آنها توافق حاصل شده است. چنان که کافران نسبت به کلام ایزدی، کافران هم نسبت به قرآن این چنین گفتند، ان هازا الا اساطیر الاولین، ان نیست هازا این قرآن الا مگر اساطیر الاولین، اسطوره های پیشینیان، این نیست مگر داستان ها و قصه ها و افسانه های قدیمی. و کمال قرآن را از طعن طائنان هیچ نقصانی نبود. وقتی قرآن کامل است هر چقدر افراد بیایند طعنه بزنند و بر او خورده بگیرند و اشکال بر او بار کنند، به اصل قرآن هیچ لطمه‌ای نمیزند، بلکه همه نقصان به ایشان بود، بلکه نقصان همه از خود ایشان است که الکلب و یبوه و البدر و یلوه، سگ پارس می کند و بدر و ماه تمام می گذرد و عبور می کند، که محفشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر وفق حال خود تند. یا در جایی فرمود که محفشاند نور و سگ وعوع کند، سگ ز نور ماه کی مرتع کند. خربتی ناگاه از خرخانه ای سر برون آورد چون تعانه ای. دیگه آنقدر گفتن که عصبانی کردن مولانا رو و میفرماید که خربت، خربت یعنی خر بزرگ و خری که حسابی خر است، خر بله تمام و کمال که تمامی خصوصیات در او هست. البته انصافاً به این خر، به این موجود ظلم شده است و انصافاً باید گفت که برخی از انسان‌ها بسیار بدترند از آنها. من همیشه این رو عرض می‌کنم که هیچ خری غیبت خر دیگر رو نمی‌کند، هیچ خری
دل خر دیگر رو نمی شکند، هیچ خری به خر دیگر تهمت و افترا نمی زند، هیچ خری دروغ نمی گوید، هیچ خری راضی نمی شود که دیگری پایین بیاید تا او بالا برود. حتی اگر هیچ خری راضی نمی شود که خود سیر باشد و دوستش آنکه کنارش هست گرسنه باشد. و البته انسان ها همه اینها رو انجام می دهند. هیچ خری سوار هواپیما نمی شود و با بمب اتم 50,000 انسان، 50,000 خر دیگر رو به وادی فنا نمی فرستد. هیچ خری با یک دستگاهی نمی سازد که بتواند با آن انسانهای بیشتری رو بکشد و مسلسلی بسازد که در یک لحظه بتواند چند خر دیگر رو از بین ببرد. و البته خب آنها مقصورند در روش خود، مقصورند در خلقت خود، اما انسانی که چنین کارهایی می کند و انسانی که این پلیدی ها از او سر می زند، به فرمایش قرآن اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، آنان مانند انعام و چهار پایانند، آنان مانند گاو ها و خرانند، بلکه بل هم اضل سبیلا، بلکه آنها از آنها هم گمراه ترند. خربتی ناگاه از خرخانه ای سر برون آورد چون تعانه ای. تعانه یعنی تعنه زننده، ایراد گیرنده. تعنه زدن یعنی اینکه انسان دیگری رو از خود برنجاند و ناراحت کند. کین سخن پسته است، یعنی مثنوی. این کتاب نیست که، این چیه میخونید؟ این سخن بسیار پستی است. چرا پسته است؟ قصه پیغمبر است و پیروی. هی از پیغمبر سخن گفته، هی از قرآن سخن گفته، هی از دین سخن گفته. از چیزهای زیباتری میتوانست سخن بگوید ولی از آنها سخن نگفته. کین سخن پسته است، یعنی مثنوی. قصه پیغمبر است و پیروی، قصه ایمان است و قصه اسلام. نیست ذکر و بحث اسرار بلند که دوانند اولیا زانسو سمند. آنقدر سخنانش بلند مرتبه نیست که اولیای الهی بتوانند سمند، اسب تک و تا و تیز پا رو، اسب تیز پای دقیقت عرفان رو در آن وادی بدوانند. از مقامات تبتل تا فنا، پای پای تا ملاقات خدا. در بعضی نسخه ها از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا. خب میگوید که بایستی از اول می آورد. از اول که مثلا می دانید از صد میدانی که هست، از یقظه شروع می شود، از بیداری، بعد به توبه می رسد، بعد به انابه می رسد و این صد مرحله رو کم کم پیش می برد. می گوید این گاهی از آنجا سخن گفته، گاهی از اینجا سخن گفته، گاه از آخر بیان کرده، گاه از وسط، گاه از اول. تبتل یعنی بریدن، بریده شدن. تبتل یعنی این انسان از هر چیزی ببرد، از مقامات عرفانی است که در آینده البته سخن خواهیم گفت راجبان. تبتل یعنی آن که انسان ببرد، از هر چیزی که هست ببرد، از زن و فرزند ببرد، از خویشاوندان ببرد، از پدر و مادر ببرد، از کودک ببرد، از مال و منال ببرد، از وجود خود و حتی از خود هم ببرد، از همه چیز ببرد. تا به تبتر نرسیده است و از همه اینها جدا نشده است، او البته راه به جایی نخواهد برد. همه اینها رو ببرد و بعد به مقام فنا برسد. وقتی یک وابستگی هنوز در وجود انسان باشد، او هرگز نخواهد توانست به عالم اعلا سفر کند. یک رشته، یک ریسمان هم اگر او رو پابند این جهان و این دنیا بکند، البته نخواهد توانست به آن عروج اصلی دست پیدا کند.
خب ممکن است بریدن به مفهوم این نیست که انسان فرزند خود را رها کند، یعنی اهمیت خدا برای او از فرزندش بیشتر باشد، اهمیت خانواده او کمتر از اهمیتی باشد که به خدا میدهد، نه اینکه به خانواده اهمیت ندهد. بایستی انسان عارف بایستی مهربان ترین و مشفق ترین باشد نسبت به خانوادهش، نسبت به فرزندش مهربان ترین باشد، نسبت به تمامی اطرافیانش، نسبت به دوستانش. این یک اصل است، اما این مهربانی و این شرایط نباید مانع از بریدن و رفتن به سوی خدا شود. اون مثال مشهور رو یک بار هم عرض کرده بودم که عطار در تذکرت الاولیا می‌فرماید که فضیل بن عیاض روزی فرزندش رو در بغل گرفته بود و چنانچه عادت پدران است او رو نوازش می‌کرد و می‌بوسید، ناگاه فرزند فضیل سر بر کرد و گفت ای پدر آیا مرا دوست می‌داری؟ گفت آری. گفت آیا خدا را دوست می‌داری؟ گفت آری. گفت چند دل داری؟ گفت چند دل داری؟ مگر به یک دل می‌توان دو دوست داشت؟ اگر یک دل است آن هم برای آن محبوب ازل است. اگر یک دل داریم آن هم برای حضرت محبوب است، برای آن معشوق ازل و ابد است. این دل خاصه اوست و خلاصه اوست که در جان ما میتپد. این دل اگر به چیز دیگری مشغول شود البته چنان نخواهد بود. و فضیل فرزندش رو زمین گذاشت و گفت تو ای پسرم چه خوب پند میدهی، چه زیبا پند میدهی و مرا به خود متفتن میکنی که من باید تبتل کنم، من باید از همه چیز ببرم و به خدای خود برسم. از مقامات تبتل تا فنا، پای پای تا ملاقات خدا. شرح و حد هر مقام و منزلی، که به پر زو بر پرد صاحب دلی. میگه هر مقام و منزل رو شرح کند و حدود اون مقام و منزل رو بداند، که این البته خیلی مسئله مهمی است. غالبا مقامات عرفانی و منازل عرفانی که بسیار پیچیده هست و در کنار هم هستند، گاهی انسان چون یک سیر و سلوک معنوی است، گاهی انسان متوجه نمی شود که در کدام مقام است، در کدام منزل است. و البته اینجاست که استاد معنوی و استاد عرفان به سراغ انسان می آید و به او می گوید که تو در چه جایگاه هست، در چه جایگاهی هستی و برای اینکه جایگاه بالاتری پیدا کنی باید چه کار کنی. این رو البته خواهند گفت. یک تفاوتی هست بین مقام و منزل که این مسئله مهمی است، این رو خلاصه عرض بکنم. مقام وقتی که پله پله و پایه پایه سالک میرود، که هزار پله گفتند و بعضی صد میدان گفتند، بعضی هزار میدان گفتند، که هر کدام میدان وسیع و فراخی است و مبارزه خانی است در آن، که مبارزه با آن بسیار، مبارزه در آن و مبارزه با چیزهایی که در آن است و بایستی با آنها مبارزه کند انسان بسیار سخت است. عرفا فرمودند که وقتی انسان از مقامی به مقام دیگر رفت، مثلا از مقام دوازدهم به مقام سیزدهم بالاتر رفت، آن وقتی به مقام سیزدهم رسید آنجا می شود مقام او، یعنی مقام او مقام سیزدهم است، اما منزل او مرتبه دوازده است. هرگاه این توانست مقام او از سیزده به چهارده رسید، منزل او مقام سیزده است و همچنان بالاتر. هر قدر که انسان توانست بالاتر برود مقام او آنجاست. مقام یعنی محل قیام، جایی که آنجا ایستاده است، ولی هنوز منزل او نشده است. منزل یک پله پایین تر است و یک مقام و مرتبه پایین تر از آن است. بنابراین مقام و منزل با همدیگر
متفاوتند و از این جهت اینها را آورده. حد همان تعریف، حد به رسم یا حد به وصف یا مسائل دیگری که در منطق صورت همه حتما خوانده اید مربوط به آن است. شرح و حد از اصطلاحات منطق سوری است که دوستانی که با منطق صورت آشنا هستند البته مستحضر خواهند. شرح و حد هر مقام و منزلی که به پر زو بر پرد صاحب دل. کسی که صاحب دل است بتواند از این مقام به مقام دیگر بپرد، چون رفتنی نیست، این راه پریدنی است و البته اگر پریدن نباشد انسان راه به جایی نمیبرد. چون کتاب الله بیامد هم بران، این چون این طعنه زدند آن کافران. میگه وقتی قرآن هم بر پیامبر نازل شد همه این کافران آمدن همین حرفایی که راجع به مثنوی میگویند که چندان چیز مهمی ندارد رو گفتن. شما اگر همین مثلا یا قرآن رو خوب بدانید معانیش رو، یا فارسی یا به هر زبانی که آشنا هستید از اول تا آخر بخوانید، احساس خواهید کرد که خب اگه ظاهرش رو توجه کنید احساس خواهید کرد خیلی چیز مهم و عظیمی در اون نیست، چرا که او بطنی دارد و شما به آن بطنش توجه نکردید. و گفتند قرآن حداقل 70 بطن دارد و هر بطنی در درون بطن دیگر است و همچنان بطون غیر متناهی دارد و از آن جهت قرآن بسیار عظیم است. و جالب است که هر کسی در هر سطح سواد و معلوماتی و با هر نوع تجربه دینی میتواند از قرآن چیزی کسب کند، همچنان که کسب کردن هر کسی که قرآن میخواند چیزی دریافت میکند و این معجزه قرآن است. پایین ترین شخص، شخصی که کاملا بی سواد است، اگر به او از قرآن بگویی میفهمد، در حد خود میفهمد. یکی از اعجازهای قرآن همین است که هم بی سوادترین انسان ها میفهمند، هم کسانی که اصلا تجربه دینی ندارن میفهمند. و البته این بطون آن کم کم رفته رفته که بالاتر میرود سطح اشخاص درک و دریافت بیشتری پیدا میکند و انسان به مرحله ای میرسد که وقتی یک آیه رو 100 بار خوانده باشد اگر بار 101 بخواند چیز جدیدی آیدش می شود، اگر دوباره بار 102 بخواند چیز جدیدی آیدش می شود. و قرآن حضرت علی فرمود که لا تفنا عجائبه، عجایب اون هرگز از بین نمی رود. قرآن کلامی است که انسان اگر با تفکر و با دل به سراغ او برود البته هر دفعه که می خواند چیزی از او دریافت خواهد کرد. یک مشکل عمده که ما داریم چون عربی نمیدانیم، ما نیست که بتوان با آن مطالب و مدارج علمی بسیار بزرگ رو بیان کرد و در این حال وقتی که این معجزه عظیم رو ما میخوانیم در حدی که درک بکنیم و در حدی که نزدیک به آن ترجمه ها باشد استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم که میگوییم الله آیا همان خداست؟ نه، الله خیلی فرق دارد با خدا. کسی لغت الله را بداند و بفهمد میداند که 1000 بار عظیمتر از لفظ خداست. رحمان رو همه گفتند بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند بخشنده مهربان. نه رحمان به معنای بخشنده است، نه رحیم به معنای مهربان است. چیز عظیمی است، لغت عظیمی است. شما در کتاب‌های در قوامیس لغت مراجعه بفرمایید چندین صفحه راجع به رحیم و رحمت و رحمان نوشتند و هر کدام عمقی دارد. در کتاب‌های عرفا هزاران صفحه راجع به همان رحمانیت الهی نوشتند و هر کدام سخنان شگفتی دارد. این که ما قرآن رو می‌خوانیم البته این معجزه است که ما در حد خود درک میکنیم، اما بهترین کار برای دوستانمان این است که بتوانند خود قرآن رو بخوانند، خود قرآن رو درک بکنند
عربی او رو متوجه شوند. اگر عربی او رو متوجه شوند لذت بسیار عظیمی خواهند بود. علت اینکه مردم ما کمتر قرآن میخوانند این است که لذت نمیبرند از خواندن قرآن و با او مأنوس نیستند. اگر لذت ببرند و بفهمند که چیست و بدانند و در بطون او غور کنند، البته قرآن از دستشان پایین نخواهد آمد. چون کتاب الله بیامد هم بران، این چنین طعنه زدند آن کافران. خب کافران هم گفتن که این چیه، خیلی حرفای معمولی. یک عده اومدن گفتن که این محمد رفت اساطیر اولین رو یاد گرفت از یهودیان، چون مثلا قصه حضرت موسی رو یهودیان میدانستن، میگفتن در آنجا هم. وقتی پیغمبر آیات رو میخوان، یکی از این یهودی آمد گفت آقا من این قصه ها رو بهتر از او بلدم، من در تورات خواندم، بیایید این قصه ها رو برایتان تعریف کنم. او ناقص میگوید به شما این قصه ها رو، بیایید تا من کامل آن را به شما بگویم. و به هر حال اینها مسئله بود، در آن زمان هم مسئله بود که اساطیر است و افسانه نژند. اینها اسطوره هاست و افسانه های نچندان حقیقتیاب هستند، نیست تحقیقی و تعمیقی بلند، هیچ تحقیقی ندارد، تحقیق بلندی ندارد به حقیقت برسد و عمقی هم ندارد، خیلی حرفای ساده است. که البته اینها این معجزه قرآن رو که بسیار ساده هست و برای هر کسی قابل فهم است و برای عرب آن زمان که هیچ سواد نداشت هم قابل فهم بود، برای بزرگترین دانشمندان جهان هم قابل فهم است، این در حقیقت تلورانس عظیمی است که در حقیقت قرآن وجود دارد. ظاهر است تو هر کسی پی میبرد. خب هر کسی میتواند بفهمد. بعضی هم علاقه دارن کلمات پیچیده و در حقیقت سخنان عجیب و غریب بر زبان بیاورند و بگن که ببینید ما چقدر باسوادیم. معمول است که اهل اصطلاح از اصطلاحات خاص استفاده بکنن برای نشان دادن سواد خود، نشان دادن دانش خود. اینها میگوین که هر کسی پی میبرد، ظاهر است و هر کسی پی میبرد. این چه قرآنی است که هر کسی میخواند؟ حتی عرب بیابانگرد که اصلا هیچ از مدنیت هم نمیدونه او هم میفهمد. این کتاب چندان جالبی نیست که او میفهمد. کو بیان که گم شود در وی خرد. بیانی باید باشد که خرد انسان ها در آن گم شود. گفت اگر، خب جوابی که قرآن داد چی بود؟ اینا گفتن این خیلی حرفای معمولی. خب ما هم میتونیم از این حرفا بزنیم. اینو میگی خدا فرستاده برات، خب ما هم میتوانیم مثل این بگوییم. گفت اگر آسان نماید این به تو، این چنین آسان یکی سوره بگو. اگر خیلی آسونه یک سوره مانند اون بگو. مستظرید که قرآن در سه مورد تحدی کرد و گفت اگر میتوانید مثل این رو بیارید. و یکیش گفت که اگر بخواهند یعتو به مثل هذا القرآن لا یعتون به مثلهی ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا لو اجتمعت الانس والجن الا یعتو به مثل هذا القرآن. اگر انس و جن، حالا جنیار هم قاطی انسان ها کرد که دیگه دست انسان ها بازتر باشه، چون انسان ها حتما نمی توانستن، شاید جنیان از راه های علوم دیگر می توانستن این کارو. لئن اجتمعت الانس والجن الا یأتوا بمثل هذا القرآن، به خاطر اینکه مثل این قرآن رو بیارن، لا یأتون بمثله، مانند این قرآن رو نمی توانن بیارن، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر بعضی پشتیبان دیگری باشند. خب قرآن گفت که اگه می توانید مثل این رو بیارید. هیچ کس مثل قرآن، مانند تمامی قرآن نتوانست بیاره. بعد یک آیه دیگر آمد که قل یقولون افتراه، و میگویند که پیغمبر اینو از درون خود بافت. قل ان افتریته، ای رسول بگو اگر من از پیش خودم این قرآن رو بافتم، فأتوا بعشر سور مفتریات، شما هم 10 سوره بیارید که بافته شده باشه. شما نمیگید من اینو بافتم، شما هم 10 سوره بیارید ببافید. اینجا هم کسی نتوانست چون این کاری بکند و
هیچ کس در آن زمان که عرب در اوج در حقیقت بلاغت و فصاحت بود نتوانست مثل قرآن رو بیاورد. شما مستحضرید که هر ساله جمع می شدند در کنار در بازار اوکاز و در آنجا شعرها رو می خواندن، برگزیده بازار اوکاز رو می آوردن در کعبه، در کنار خانه کعبه می خواندن. شعرهای عرب بسیار غنی بود از لحاظ افرادی مثل لبید، افرادی مثل امرؤ القیس، افراد متنبی، افراد بسیار عظیمی که اینها دواوین شعریشون هنوز هم هست، مانند حافظ و سعدی ما هست و البته از دیدگاه اونها بسیار بالاتر و عظیمتر است. اینها آورده بودند و مقارن ظهور اسلام 7 سال بود که این معلقات سبع که 7 تاشو انتخاب میکردند و معلق میکردند، یعنی از می آویختند از داخل کعبه می آویختند و درون خانه کعبه میگذاشتند و 7 شعر رو هر سال انتخاب میکردند به انتخاب داوران و جوری که داشتند و اینها رو انتخاب میکردند اونجا میزدند. 7 سال بود که این معلقات سبع همانجا مانده بود، دیگر هیچ کدام از این اشعار نتوانسته بود همانندی بیاید و کسی نتوانسته بود بالاتر از آن بگوید، یعنی از نظر کلام فصیح و بلیغ عرب واقعا به اوج رسیده بود. خوشبختانه این معلقات سبع هست الان و چاپ شده است و با ترجمه های خود هست، در دسترس هست، دوستانی که بخواهند آشنا باشند با اینکه 1400 سال پیش اینها چه می گفتند و چه اشعاری ممکن بود آنها بسرایند، البته حتما مراجعه بفرمایند و خواهند دید که بسیار عظیم است، بسیار عجیب است. و اینها که اتفاق افتاد دیگر این مقارن ظهور اسلام بود. اسلام آمد، قرآن آمد و گفت که خب من هم داعی دارم. این شعر نیست ولی برتر از همه آن شعرهایی است که بوده است. قل این افتریت او فعتو به عشر صورن مفتریات، شما 10 تا سوره بیارید که بافته باشد. این هم نتونستن. بعد اون آیه مشهور آمد که فعتو به صورت من مثله ود او شهدا اکم من دون الله ام کنتم صادقین فالم تفعلو ولن تفعلو فتقو نارلتی وقود و هنناسو ولهجاره و عدت للکافر. فرمود قرآن که اگر میخواهید ای کافران فعتو به صورت، یک سوره، همه قرآن که نتوانستید بیاورید، 10 تا سوره که نتوانستید بیاورید، یک سوره مانند آن را بیاورید. فعتو به صورت من مثله و او شهدا اکم من دون الله، غیر از خدا هر کی رو میخواهید دعوت کنید، چون خدا میتواند چون این کاری بکند، خدا میتواند دوباره قرآن دیگری رو بفرستد، او که از آن محال نیست. و اگر نتوانستید به هر حال بترسید از آخرت. نه اینکه نیاوردند، عده‌ای آوردند، از جمله مسیلمه چند آیه آورد در برابر این سوره که القارعه تو مل قارعه و ما ادراک مل قارعه یوم یکون الناس کالفراش المبسوس و تکون الجبال کالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نار حامیه. آورد در برابرش، خب القارعه مل قارعه بود، این هم آورد چون عرب اون زمان فیل ندیده بود، گفت الفیل و مل فیل و ما ادراک مل فیل، فیل تو چه میدانی که فیل چیست؟ لهو خرطوم طویل، یه خرطوم طویلی دارد و زنبون وسیقون و یک دم زمختی هم دارد. خب آورد ولی چنین آورد، چون عرب هم فیل ندیده بودن در آن زمان، چون فیل در مناطق پر آب هست و اونجا ندیده بودن، اینها رو آوردن و این مسیلمه که کذاب، مسلمان ها بهش گفتن کذاب، رفت با زنی به نام سجاح که او هم ادعای نبوت میکرد با او ازدواج کردند و هر دو زن شوهر نشسته بودند و هی سوره می آوردند و آیه نازل می کردند، ولی به هر حال نتیجه نبخشید و هیچ کس نگفت. و یک شاعر بزرگ که لبید هست، از شعرهای بسیار بزرگ عرب هست و
این ایمان نیاورد، مسلمان نشد، تا اینکه یک آیه رو شنید، آمد پیش حضرت رسول، دست او رو بوسه داد، گفت من ایمان آوردم. یک شعری داشت که ولی لبید قبلا شعری داشت، گفت که دنت ساعت و انشق القمر. این یک شعری داشت که این مصرع اولش این بود، دنت ساعت و انشق القمر، که شعر زیبایی هم هست و تن هست. وقتی این آیه قرآن آمد که اقتربت ساعت و انشق القمر، لبید میدانست که این چیست، اقتربت ساعت و انشق القمر. لبید اومد گفت که این اقتربت 14 بار فصیح تر است از دنت، که اهل فرهنگ عربی میتوانند اینها رو درک بکنند. بنابراین آمد مسلمان شد. گفت این سخن شخص نیست، این که من بزرگترین شاعر عرب هستم این رو گفتم، دنت ساعت و انشق القمر، این قرآن آمد وزن رو برهم زد، ولی چیز زیباتری گفت، اقتربت ساعت و انشق القمر که در اول سوره هست، سوره ساعت، که در آنجا آمد و اسلام آورد. گفت اگر آسان نماید این به تو، این چنین آسان، یکی سوره بگو اگر میتوان، یک سوره آسان مانند این بیاور. ظاهرش دیدی ز معنی غافلی، باطنش را کن نگهگر عاقلی. حرف قرآن را بدان کین ظاهر است، زیر ظاهر باطنی بس قاهر است. دیگه اینها روشن، من دیگه توضیح نمیدم. این که ظاهر قرآن خیلی آسان است و به عربی یسیر گفته شده دیگه، خود قرآن هم فرمود که من اینها رو به عربی آسان فرستادم. شما عربی قرآن رو با عربی ها، مثلا حتی با عربی نهج البلاغه مقایسه بفرمایید، میبینید که عربی قرآن 100 برابر آسان‌تر از عربی نهج البلاغه است. اصلا عمدن چنین است، کسی بتواند 500-600 لغت عربی رو بلد باشد، ریشه عربی رو بلد باشد، خواهد توانست کل قرآن رو ترجمه کند، و بسیار کتاب آسانی است و اعجازش هم به همین است، سهل ممتنع است، بسیار آسان است، اما هیچ کس نتوانسته است مثل آن رو بیاورد. حرف قرآن را بدان که این ظاهر است، این حرف قرآن ظاهر است، زیر ظاهر باطنی بس قاهر است، باطنی بسیار عظیم در زیر این ظاهر است. توز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند جز که تین. میگه شیطان وقتی که به حضرت آدم نگاه کرد، او را تین دید، ندید که او نبیست، ندید که او پیغمبر است، بلکه او رو خاک دید، به خاطر همین در غفلت افتاد. ظاهر قرآن چو شخص آدمی است، که نقوشش ظاهر و جانش خبیست. ظاهر قرآن مانند چهره یک انسانه. وقتی شما چهره یک انسان رو میبینید، از کجا میفهمید این روحش چگونه هست؟ آیا روحش بلند است یا بلند نیست؟ اسمش چیست؟ آیا باسواد است؟ باسواد نیست؟ آیا علم دارد یا جاهل است؟ شما از کجا میتوانید اینها رو ببینید؟ از ظاهر که نمیتوان اینها رو فهمید. نقوشش ظاهر، نقش ظاهری دارد، ولی جانش و روحش مخفی است. روح انسانو که هیچ کس نمیتواند ببیند. زیر آن باطن یکی بطن سوم، آن روحی که هست یک بطن دیگری هم دارد، یک اندرون دیگری هم دارد، که در او گردد خردها جمله گم. وقتی انسان بخواهد بیاندیشد، واقعا دیگه خرد گم می شود و دیگر انسان نمی داند درون روح چیست. خود روح رو که کسی متوجه نمی شود. یسالونک عن روح قل روح من امر ربی. وقتی از روح سوال می کنند، بگو که روح از امر رب من است. خب وقتی خود روح رو کسی نمی تواند درک کند، چگونه آن بطن روح و آنچه درون روح هست رو میتواند متوجه شود؟ زیران باطن یکی بطن سوم، که در او گردد خردها جمله گم، بطن چهارم از نبی خود کس ندید. میگه در قرآن همچنین هست، نبی یعنی رسول، نبی یعنی قرآن. پس نون اگر ضمه باشد میشود قرآن، اگر فتحه باشد میشود در مثنوی زیاد است،
بطن چهارم از نبی خود کس ندید. نبی آنچه که به عنوان نبأ و به عنوان خبر آورده شده است. نبی یعنی کسی که خبر آورده است، نبأ رو آورده است. بطن چهارم از نبی خود کس ندید جز خدای بی نظیر و بی ندید. بطن دوم قرآن رو یه عده فهمیدن، خیلی ها نفهمیدن. بطن سوم رو هم بعد راسخون فی العلم فهمیدن طبق فرمایش قرآن، بقیه نفهمیدن. چهارم رو فقط خدا فهمید. آن خطات سه گونه خط نوشتی، یکی هم خود خواندی و هم غیر، همان است که ما میخوانیم. یکی خود خواندی و غیر نخوان، یکی هم نه خود خواندی و نه غیر خوان. تو مبین زفزون عیسی حرف و صوت، آن ببین که از وی گریزان گشت موت. تو از افسانه عیسی و از جریان عیسی حرف و صوت رو مبین، مرگ از او گریزان شد، یعنی میتوانست مرده رو زنده کند. این سخن همچون عصای موسوی است یا به مانند فسون عیسوی است. قرآن معجزه است، مانند عصای موسی و مانند افسون عیسی است که مرده ها رو زنده میکرد. تو مبین موسی عصا را سهل یافت، آن ببین که بحر خضرا را شکافت. خب نگاه بکنن بگن که به حضرت موسی خدا گفت یا موسی ما بیده که تو دستت چیه؟ در قرآن هست. گفت که قال هی عصای، خدایا این عصای منه، چرا میپرسی میدانی؟ قال هی عصای اتبکه و علیها و احش بها علا غنمی ولی فیها معاره و اخرى. این من میام با این برگ میچکانم برای گوسفندانم که این برگ ها رو میزنه. اتوکه و علیها به او تکیه میکنم و دستم میگیرم و با آن راه میروم. ولی فیها معاره و اخرى، یه فواید دیگه هم دارد این چوب دستی چوبانی که دست من است. بعد خدا میگوید که الق ما فی یدک، بینداز آنچه در دست توست. فلم ما الغاه فعضاهیه حیتون تسا فعضاهیه صعبان و مبین. وقتی که انداخت یک حیه ای شد که حرکت میکرد و وقتی یک بار دیگر وقتی انداخت مانند اجده های صعبان مبینی شد، اجده های آشکاری شد. خب این چیست؟ میگویند خب موسی این رو از یک درختی برید و گویا دو شاخه بوده است و بلند بوده است، از یک درختی بریده بود و دو قسمت‌های زایدش رو زده بود و دو شاخه هم بود، از او استفاده می‌کرد. این عصای موسی این است. میگه تو از عصای موسی ظاهرش رو می‌بینی ولی نمی‌بینی که صوبان مبین و حیه تسعا می‌شود. و قرآن همچنین است. قرآن رو هم همین ظاهرش رو می‌بینی و از باطنش خبر نداری. تو مبین موسی عصا را سهل یافت، آن ببین که بحر خضرا را شکافت. ببین که آن دریای نیل رو شکافت. ظاهرش چوبی ولیکن پیش او کون یک لقمه چو بگشاید گلو. ظاهرش چوبه ولی تمامی هستی یک لقمه است. اگه گلوی این عصا گشوده شود همه هستی رو در خود فرو میبرد. تو ز دوری دیده ای چتر سیاه، یا دوری یا دوری هر کدام رو میتونیم. توز دوری دیده ای چتر سیاه، یک قدم پا پیش نه بنگر سپاه. قدیم ها که این لشکریان می آمدند این خیمه های سیاه رنگی رو برپا می کردن برای اینکه رعب در دل دشمنان بیندازن. افرادی که از دور می دیدن می دیدن یک چادر و یک چتر سیاهه، گفتن خب یک بادگرد بیابانگرد هست و آمده است تا اینکه در آنجا اتراق کند. وقتی که رفته رفته نزدیکتر میشد میدید یک لشکر عظیمی است که آنجاست. میگوید شما هم تا به قرآن نزدیک نشده اید او رو چیز خفیف و کوچکی میبینید، اما اگر به او نزدیک شوید آنگاه خواهید دانست که آن چیست. میگویند وقتی که حضرت موسی میخواست که این عصاش رو هدایت بکنه، یک پیری بود که
بزرگ ساحران بود، دو پسر داشت که ساحر بودن. اینا میخواستن یک هفته بعد که فرعون دعوت کرده بود همه برن و در آنجا القای عصا بکنن، القای آن چیزی که داشتند بکنند، این رفت و گفت که من یک، گفتن از کجا بدانیم این سحر است؟ گفت اون مورد سحر وقتی ساحر خواب است او هم از اثر می افتد، ولی اگر معجزه باشد از اثر نمی افتد. وقتی که موسی در خواب است، این دو ساحر که شاگردان پدرشان بودند رفتن پیش آن عصا که امتحان کنند که آیا او ساحر است یا نه. اگر ساحر بود که این عصا رو برمی داشتند و سحرش رو باطل می کردند. وقتی نزدیک شدند، ناگهان او یک اژدهای بزرگی شد در حالی که موسی خفته بود. آمدن به پدر گفتن، فرا کردن، آمدن به پدر گفتن، گفت نه این دیگر سحر نیست، من سحر رو خوب میشناسم، من استاد سحرم، ولی این دیگر سحر نیست. سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش دار، سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد؟ ظاهرش چوبی ولی کن پیش او، کون یک لقمه چوبک شاید گلو، توز دوری دیده ای چتر سیاه، یک قدم پا پیش نه بنگر سپاه، توز دوری می نبینی غیر گرد، اندکی پیش ها ببین در گرد مرد. ما میبینیم گردی میاد، خب تصور میکنیم یه گرد دیگه، ولی کم کم که گرد فروکش میکند یا او به ما نزدیک میشود یا به اون ما به او نزدیک میشویم، آن وقت ما میفهمیم که این مردی بوده است، گرد نبوده است، این خاک نبوده است، این یک انسان بوده است. میگوید همچنین است، ما برای مواجهه و اینها خیلی مباحث زیبایی است، معرفت های شناخت شناسی است، معرفت شناسی است، معرفت المعرفه، که این خیلی بحث مهمیه. اکنون در جامعه غرب، فیلسوفان غربی بیشترین در حقیقت تلاششون رو میگذارن روی این معرفت شناسی که معرفت چگونه است، معرفت چگونه به دست میآید و شناخت انسان، شناخت علمی، شناخت فلسفی چگونه به دست میآید، و این شناخت رو باید شناخت، و روی این بسیار حساس هستند. مولانا چند صد سال قبل اینها رو بحث کرده و بیان کرده است. دیده ها را گرد او روشن کند، کوه ها را مردی او برکند. او درست گرده، ولی در حقیقت یک مرد است که کوه ها رو میکند. ای سگ طائن تو او میکنی، طعن قرآن را بران سو میکنی، این نه آن شیر است که از وی جان بری، یاز پنجه قهر او ایمان بری، در قیامت میزند قرآن ندا، که گروه جهل را گشت فدا، مرمرا افسانه میپنداشتید، تخم طعن و کافری میکاشتید، خود بدیدید آن که طعن میزدید، که شما فانی و افسانه بودید. روز قیامت قرآن میگوید ها، قرآن شخص است، شخص قرآن مواجه میشود با اشخاص و میگوید ای کسانی که مرا انکار میکردید، حال مرا افسانه میخواندید، حال بدانید که خود شما افسانه اید، خود شما افسانه هستید که مرا افسانه میپنداشتید، اکنون شما چیزی نیستید ولی من همان وجود ازلی هستم. خود بدیدید ای خسان طعن زن، که شما بودید افسانه نه من، من کلام حقم و قائم به ذات، قوت جان جان و یاقوت زکات. میگه من کلام حق هستم و قائم به ذات هستم. ما دو نوع موجود داریم، یکی قائم به ذات، یکی قائم به غیر. همه ما قائم به غیر هستیم، یعنی اگر غیر نباشد ما قیاممون و قواممون و حیاتمون باقی نخواهد ماند. مثلا وجود انسان قائم به قیام روح است، اگر روح انسان نباشد انسان قیامی نخواهد داشت. ما که اکنون اینجا نشسته ایم و درک میکنیم، نفس میکشیم، پلک میزنیم، همه اینها نشان دهنده این است که یک روحی ما رو قائم نگه داشت. اگر آن روح از ما خروج کند و بیرون رود، دیگر ما هیچ کدام رو نخواهیم داشت. قرآن خود قائم به ذات است،
قائم به ذات یعنی قائم به غیر نباشد، خود به خود باشد، چیزی برای وجود او نباشد. مثلا خداوند قائم به ذات است، هیچ ما قائم به الله هستیم، ما قائم به خدا هستیم، اگر خدا نباشد ما نیستیم، ولی خدا اگر ما هم نباشیم هست و برای او تفاوتی نمی کند. خداوند قائم به ذات هست، به ذات خود است، و ما قائم به غیر خود هستیم. من کلام حقم و قائم به ذات. چرا قرآن قائم به ذات است؟ اینجا مولانا خود استدلال کرده ها، استدلال فلسفی کرده، میگوید چون خدا قائم به ذات است، کلام خدا هم قائم به ذات است. اگر یک ذاتی صفتی رو داشته باشد، صفت او هم همان صفت رو دارد. وقتی خداوند قائم به ذات است، پس در نتیجه قرآن هم که کلام حق است، او هم قائم به ذات است. قوت جان جان است، قوت روح روح است. قوت یعنی قضا و آنچه تغذیه میکنند. یا قوت زکات، میدانه که زکات به نقدین تعلق میگیرد، به یاقوت تعلق نمیگیرد، به زر و نقره تعلق میگیرد. اما اینجا بعضی افراد برای یاقوت هم زکات دانستند. نور خورشیدم فتاده بر شما، لیک از خورشید ناگشته جدا. میگه من نور خورشید هستم، ولی از آیا نور از خورشید جدا میشود؟ نه، وقتی که نور هست نشان از آن است که آن خورشید وجود دارد. لیک از خورشید ناگشته جدا، نک منم ینبوع آن آب حیات. ینبوع یعنی چشمه، سرچشمه، سرچشمه ای که فیضان دارد، همیشه آب از او بیرون می جهد. نک منم ینبوع آن آب حیات، تا رهانم عاشقان را از ممات. مولانا می گوید من اکنون همان آب حیات هستم که آمدم تا عاشقان رو از مردن رهایی دهم. مولانا معتقد است عاشق نمی میرد، عاشقان هرگز نمی میرند. درست گفتم پهلوانان هرگز نمی میرند؟ نه، پهلوانان می میرند، مگر آن پهلوانانی که عاشق باشند. در زد آن کس عاشق است، و هر کس که از این عشق دور باشد البته میراست، البته مردنیست و البته از دنیا خواهد رفت. نک منم ینبوع آن آب حیات، تا رهانم عاشقان را از ممات. آب جیهون را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی بتوان چشید. در جایی میگه آب دریا را اگر نتوان کشید، اینجا فرمود آب جیهون را. شهره کاریزی است پر ز آب حیات، آب کش تا برتمد از تو نبات. کاریز یعنی قنات، قناتهای خاصی که بوده در زیر خانه ها می ساختن و در هر خانه جایی بوده که از آنجا آب برمی داشتن و این آب همیشه سرازیر می شود، غیر از آن چاه هایی بوده که هر کس برای خود می کنده است. شهر کاریزی است پر ز آب حیات، این مثنوی کاریزی است که پر از آب حیات است. آب کش تا بردمد از تو نبات. اینها رو مجانا در اختیار تو قرار داده است تا که از تو نبات بروید، تو برویی. تو که اکنون کساد شده بازار عشقت، تو می توانی با آب مثنوی خود رو برویانی و زندگی دیگری تجربه کنی. آب خضر از جوی نطق اولیا، می خوری می تشنه غافل بیا. حالا تشنهی که غافل باشه خیلی بدبخته دیگه. یک تشنهی هست که می داند که تشنه از خود سراغ آب خواهد رفت، ولی تشنه غافل آن کسی است که سراغ آب هم نمی رود و به آنجا دست پیدا نمی کند. آب خضر از آب خضر یعنی آب حیات، آبی که حضرت خضر رفت و از آن نوشید و حیات جاودانه پیدا کرد. آب خضر از جوی نطق اولیا، اولیای الهی نطقی دارند، سخنانی دارند. اولیای الهی سخن میگویند، مانند مولانا که سخن میگوید. اینها آب حیات واقعی هستند. آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن.
آب خضر از جوی نطق اولیا می خوریم ای تشنه غافل بیا، گر نبینی آب کورانه بفن سوی جو آی و سبو در جوی زن. خیلی جالب میگه انسانی کور باشد، آیا انسان کور تشنه نمی شود؟ وقتی که انسانی کور است می تواند با گوشش صدای آب رو بشنود، و بعد که رفت و با توسط گوشش شنید و آن آب رو که نمی بیند آن آب رو درک کرد و فهمید که نزدیک، وقتی کوزش رو در آن وارد کرد از سنگینی کوزه خواهد فهمید که این آب رو نمی بیند، ولی از صدای آب و از سنگینی کوزه ای که از آب پر کرده است می فهمد که این آب است. و البته وقتی که این آب رو می خورد همان نشاط و طراوتی که در او ایجاد می شود همان نشانه است از آن آب. گر نبینی آب کورانه به فن سوی جو آی و سبو در جوی زن، چون شنیدی کن در این جو آب هست. گفتن که فلانجا، ای کسانی که تشنه هستن، فلانجا آبی هست، جویی هست که آب میدهند در آنجا. چون شنیدی کن در این جو آب هست، کور را تقلید باید کار بست. به جای اینکه بشینی برو ببین که مثنوی که میگویند آبی درون خود دارد، این مثنوی چه آبی دارد، برو از آن بنوش. جو فرو بر مشک، مشک آبندیش را، تا گران بینی تو مشک خیش را. میگه مشک باید آبندیش باشد که بتواند به سراغ آب برود. وجود ما رو تشبیه به مشکی کرده است که ما باید آبندیش باشیم تا سراغ آن برویم، ولی اگر غافل از آب باشیم، غافل از عنایات آب باشیم، دیگر راه به جایی نخواهیم برد. گر نبیند کور آب جو عیان، لیک داند چون سبو بیند گران. وقتی سبو و آن کوز سنگین بود می فهمد که این پر از آب است. پس بدان کاب مبارک زاسمان، وحی دلها باشد و صدق بیان. آن آبی که گفتند، همه گفتند و امترنا علیهم، در قرآن گفت که بر آنها باران باراندیم، بعضی ها فکر میکنن این باران همان آب معمولی است. مولانا میگه نه، این آب معمولی نیست، این آب حیات عشق است که از بالا بر جان انسان ها فرو میریزد. گر شدی اتشان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی بینی و بس. گویا خسته شده اید، یک ربع از وقت اون باقی است، اگر حوصله دارید این بقیهش هم بخوانید. در بیان آنکه مثنوی عارف را آب حیات است، مثنوی آب حیات عارفان است و منکر را زهر هلاک. مانند قرآن است که برای منکران زهر است و می کشد، و برای مؤمنان و موافقان آب حیات است. در بیان آنکه مثنوی عارف را آب حیات است و منکر را زهر هلاک و ممات است. چون رود نیل که در زمان موسی علیه السلام سبتی را آب بود و قبطی را خوناب نمود، این از آن شربت حیات می چشید و آن از آن چاشنی مرگ می یافت. نحن قسمنا بینهم معیشتهم، ما بین اینها معیشتشون رو قسمت کردیم. روزی به قدر همت هر کس مقدر است، کما اشار الیه المولوی قدس سره، چنانچه به این قضیه اشاره کرد. خب قصه این رو من از عرض بکنم، بعد روی این ابیات رو سریع‌تر بخوانیم. از جمله معجزاتی که خداوند به حضرت موسی داد و فرعون که تسلیم نمی‌شد، میگفت که شما ظلم می‌کنی، اینها رو رها کن با من بیاین و اسیرها رو رها کن. برای آزادی اسیران موسی تلاش کرد ولی فرعون قبول نکرد، تا اینکه چند تا کار کرد. یکی مثلا آفت ملخ رو خداوند فرستاد که همه کشتزارها اینها رو خوردن و قحطی افتاد. بعد که قحطی افتاد اینها با آب خودشون رو سیر می‌کردن، منبع آبی که بود طبق معجزه‌ای که بود، قبطیان و سبتیان دو گروه بودن. سبتیان طرفداران، سبتیان همان اثبات
اثناعشر بودند، اسباط حضرت یعقوب بودند، فرزندان حضرت یعقوب که 12 فرزند بودند دیگه، 10 نفر از برادران دیگر و یوسف و بنیامین هم از طرف دیگر، 12 نفر بودند و این اثبات بودند. به اینها سبتی میگفتند که فرزندان حضرت یعقوب بودند. قبطیان در حقیقت فرزندان فرعونه مصر بودند و آنهایی که حاکمیت مصر رو داشتند. گفتند این فرعونی که در آنجا بود رامسس دوم بوده است که مومیاییش اخیراً پیدا شده بود، اخیراً که نهود 30-40 سال مومیاییش پیدا شده و در موزه ها هست. وقتی که اینها می آمدن یکی از معجزات این بود که وقتی آبی از نیل برمی داشتن یا از هر جای آن قسمت مصر که آب برمی داشتن، وقتی سبتی برمی داشت آب زلال بود می خورد، وقتی که قبطی و طرفداران فرعون برمی داشتن تبدیل به خون می شد. این مشکل همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه دو نفر که با هم بودن، یک سبتی و قبطی که دوست هم بودند، در کنار هم بودند، گفت که من هر وقت آب برمیدارم آب در دست من خون می شود، تو بیا با دست خود آب رو بگیر و بعد بده من از دست تو بخورم که این خون نشود. این همچنین کرد، رحمش آمد و آب رو پر کرد، آب زلال بود، خود اندکی خورد، بعد که آورد وقتی به لب او رسید خون شد، وقتی که برگردان آب شد، دوباره وقتی میخواست او بخورد همچنان این کاسه رو که تبدیل میکرد به طرف قبطی میآمد خون میشد، به طرف سبتی میآمد آب میشد. آب نیل است این حدیث جامع. مولانا میگوید این مثنوی که هست برای منکر خون است و برای مؤمن آب حیات است، آب زندگانی است. پس هر کسی بهره خود رو میبرد، همچنان که قرآن نسبت به مؤمنین آب حیات است و نسبت به مغرضین، نسبت به کافرین، نسبت به منافقین خون است و خون آشامی میکنن. آب نیل است این حدیث جان فضا، یا ربش در چشم قبطی خون نما. میگه در چشم قبطی خون بودا، نه اینکه اساساً خون بشه. من شنیدم که در آمد قبطی از آتش اندر وثاق سبتی. وثاق یعنی خانه، منزل. گفت هستم یار و خویشاوند تو، گشتم امروز حاجتمند تو، زان که موسی جادویی کرد و فسون، تا که آب نیل ما را کرد خون. موسی جادو کرد و آب نیل خون شده است. سبتیان زان آب صافی میخورند، پیش قبطی خون شد آب از چشم بند. میگه این چشم بندی که شعبده کرد و این خون دیده میشود. بحر خود یک تاس را پر آب کن، تاس یعنی کاسه بزرگ، بحر خود یک تاس را پر آب کن، خودت آب بریز، تا خورم از آبت یار کهون، چون برای خود کنی آن تاس پر، خون نباشد باشد آب پاک و پر. وقتی تو به نیت خودت این رو پر میکنی که خودت بخوری، اون حتی آبه، یکمی هم بخور که نیت تو تقویت بشه، بعد بده به من. من طفیل تو بنوشم آب هم، گو طفیلی در تبع بجهد زغم. طفیل یعنی کسی که همراه کسی است ولی او نمیخواهد که همراه او باشد، و طفیل در حقیقت کسی است که به سراغ کسی دیگری میرود و دنباله اوست و او هر جا میرود این هم دنبال اوست. بله، که گفتن که یک کسی آمد و این جوهی از آن به قول معروف مولا نصرالدین عرب هاست، این جوهی وقتی آمد میرفت یک جایی که شام میدادن، رفت اونجا، یکی هم پیش آمد که من هم بروم شام بخورم، گفت که نه تو نیا. به هر حال آمد، گفتن تو کیستی؟ گفت جوهی. گفت این که اینم؟ گفت این طفیلیه، جوهیست. یک نفرم افتاده بود دنبال اون که از او پرسید که او چه کار است؟ گفت او هم قفیلیه.
به هر حال طفیلی و قفیلی و همچنان ممکن است ادامه داشته باشد. من طفیل تو بنوشم آب هم گو طفیلی در طبع بچز. اگر تبعیت کند کسی از کسی خب ممکنه به نتیجه برسد. گفت ای جان جهان خدمت کنم، پاس دارم ای دو چشم روشنم. خدمتت میکنم. سبتی به قبطی گفت خدمتت میکنم. تاس را از نیل او پر آب کرد، بردهان بنهاد و نیمی را بخرد. نیمش را خورد. تاس را کج کرد سوی آبخواه، که بخور تو هم بشد خون سیاه. کج کرد که بخورد، خون سیاه شد. باز این سو کرد کج، خون آب شد. قبطی اندر خشم و اندر تاب شد. ساعتی بنشست تا خشمش برفت، بعد از آن گفتش برون از خشم تفت. تفت یعنی خشم، تفت یعنی خشمی که انسان رو میسوزاند. کی برادر این گره را چاره چیست؟ گفت این آبان خورد که متقیست. کسی میتواند از مثنوی بهره ببرد که متقی باشد. متقی آن است کو بیزار شد از ره فرعون و موسیوار شد. متقی کیست؟ کسی است که در دل به فرعون کافر شد و به موسی مؤمن شد. خشم بنشان، چشم بکشا شاد شو. چرا خشمگین میشوی؟ درونت رو عوض کن، این خون عوض خواهد شد. خشم بنشان، چشم بکشا شاد شو، عبرت از یاران بگیر، استاد شو، قوم موسی شو، بخور این آب را. مولانا میگوید تو هم ایمان بیاور، از این آب مثنوی بخور. قوم موسی شو، بخور این آب را، صلح کن با مه. ببین مهتاب را، چرا با مهتاب می جنگی؟ با ماه نجنگ، با او مهربان باش، آنگاه مهتاب بر تو خواهد افتاد. تو بدین تزویر چون نوشی از آن، چون حرامش کرد حق بر کافران. یا تو پنداری که تو نان میخوری، زهر ما رو کاهش جان میخوری. میگه این آبی که از آب خونه، فکر میکنی اون نان که میخوری اون هم نانه؟ نه، اون هم زهر ماره، آفت جانه و کاهش جانه. وقتی آب برای آب و نان برای افزایش جان است، ولی این برای کاهش جان. نان کجا اصلاح آن جانی کند، که دل از فرمان جان ده برکند. کسی که از فرمان روح بخش و جان بخش که خداوند است از فرمان او سر بتابد، او چگونه میخواهد از این الطاف او استفاده کند. یا تو پنداری که حرف مثنوی، چون بخوانی رایگانش بشنوی. تو فکر میکنی که انسان رایگان میتواند مثنوی رو بشنود؟ آیا فکر میکنیم که ما به خود اینجا آمده ایم در این جلسه، در این هوای گرم، البته جلسه با حضور شما گرم است، در این هوای گرم که آمده ایم، ما سر خود آمده ایم؟ مثنوی ما رو خوانده است، مثنوی همه ما رو دعوت کرده است اینجا. رایگان نیست، خیلی کارها کرده ایم، خیلی از کارهامون رو کنار زده ایم، خیلی از واجبات رو کناری نهاده ایم تا در این جلسه بتوانیم باشیم. یا تو پنداری که حرف مثنوی، چون بخوانی رایگانش بشنوی. یا کلام حکمت و سر نهان، آید اندر آید سهل در گوش کهان. آیا حکمت، اسرار نهانی، اسرار عشق، آیا در گوش افراد کم، افراد سطح پایین می آید؟ هرگز. بنابراین کسی که سطح فکریش پایین است نمیتواند مثنوی بخواند، اصلا سراغ مثنوی نمی رود، همچنان که سراغ قرآن نمی رود. اندر آید لیک چون افسانه ها، پوست بنماید نه مغز و دان. حتی اگر هم بیاید و مثنوی بخواند، پوست رو میبیند و از مغز او هیچ اطلاعی پیدا نمی کند. در سر و رو در کشیده چادری، رو نهان کرده ز چشمت دلبری. میگوید این دلبر مثنوی چادر به سر کرده است و مقنعه بر رخ انداخته است و جمال جمیل اساسا چنین است. جمال جمیل دوست دارد که مستور باشد و محجوب باشد، از بس زیباست که نمیخواهد زیبایی رو به همه هدیه کند. میخواهد زیبا، میخواهد که
برای اشخاص خاص چهره بنماید و زیبایی خود رو برای خواص نشان دهد. گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، کین سخن را در نیابد گوش خر. از ابیات بسیار مشهوره گوش خر. گوش خر یعنی هم اون خر، هم خر به معنای بزرگ، گوشی که بزرگه. گوش ها پهن است. اون مولانا یه جایی میگه گوش ها بسیار پهنه، گوش های بزرگی داریم ولی نمیشنه نوت. کسانی هستن چشمای خیلی درشتی دارن ولی بصیرت ندارند و سمیع نیستن، گوش های خیلی خلاصه خوبی دارن ولی سمیع نیستن. صوت رو میشنوند ولی آن شنیدن حقیقی در آنها نیست. گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، کین سخن را در نیابد گوش خر. گوش خر یاسین خوندن دیگه، به قول معروف به گوش خر. پنبه وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون سروش. اون سروش غیبی اگر تو این پنبه را از گوشت دراری، اون وقتی که آن سخنها رو خواهی شنید. گوش را بگذار و آنگه هوش دار. یک مرحله هست که گوش میخواهد، میگه گوش کن، بعد از آن میگه گوش رو هم باید رها کنی، هوش لازمه. دیگر باید از گوش ظاهر هم گذشت و به هوش رسید. گوش را بگذار و آنگه هوش دار، گوش را بربند آنگه گوش دار. این گوش رو باید ببندی تا بتوانی گوش کنی، این چشم را باید ببندی تا بتوانی ببینی آنچه را که نمی‌بینی، وگرنه با این چشم همه می‌بینند. گاوها هم با چشمشان همه جا رو می‌بینند، دیگران هم، دیگر انسان‌ها، عوام هم می‌بینند، اما آن دیدن با این دیدن بسیار فرق می‌کند. می‌گوید انسان باید این چشمش رو ببندد، چشم بر این دنیا بستن تا اینکه آن چشم باطن باز شود. این شنیدی مو به مویت گوش باد، میگه هر موی تو باید گوشی باشد که سخن حق رو بشنود. این شنیدی مو به مویت گوش باد، آب حیوان است خوردی نوش باد. مطلع تاریخ این سودا و سود، سال هجرت 662 بود. یعنی آن زمانی که این شعر رو میتونه سال 662 هجری بود که راجع به تاریخچش در جلسه اول کامل بحث کردیم. نکته های بکر آمد در بیان، هر یکی زیشان جهان اندر جهان. واقعا این طوریه که هر بیت مثنوی جهانی است در جهان دیگر. دیده ها بگشاده باز مثنوی، می کند در جان شکار معنوی. مثنوی بازی است، باز شاهی است که از سوی شاه ازل و ابد پریده است و بر جان عاشقان می رسد و شکارهای معنوی رو بر مشتاقان میدهد. ساعد شاه مسکن این باز باد، ساعد یعنی بازوی شاهان که بازها بر آن می نشستند. ساعد شاه مسکن این باز باد، تا ابد بر خلق این در باز باد. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت اندر شربت است. ای خدای بی نظیری سار کن، گوش را چون حلقه دادی زین سخن. میگه گوش چرا گرده حلقه هست؟ یعنی ما حلقه، هم حلقه به گوش هستیم و همین که هرچه تو گفتی ما آن رو گوش کنیم. ای خدای بی نظیری سار کن، گوش را چون حلقه دادی زین سخن. گوش ما گیر و بدان مجلس کشان، گوش ما گیر و بدان مجلس کشان، که از حقیقت میخورندان سرخوشان. ما رو هم ببر به میخانه عشق خودت، در آنجا سرخوشان دارند هیاهو میکنند. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن. مصلحی تو ای تو سلطان سخن، عیب چینان را از این دم کور دار. هم به ستاری خود ای کردگار، دستگیر از دست ما، ما را بخر. دستگیر از دست منو، از دست خودم رها کن. دستگیر از دست ما،
ما را بخر، پرده را بردار و پرده ما مدر. این پرده که بین وصال تو و ما هست این را بردار، ولی پرده اعمال ما رو ندر و پرده و بگذار گناهان ما همچنان بماند. دستگیر از دست ما، ما را بخر، پرده را بردار و پرده ما مدر. راه ده آلودگان را العجل، عجله کن فرصتی نیست، راه عشق رو کاروان عشق راه بسته و حرکت کرده است و ما دیر مانده ایم و دیر کرده ایم. راه ده آلودگان را العجل، در فرات عفو و عین مغتسل، عین چشمه ای که در آنجا غسل میکنند و میشویند همه بدی ها، کینه ها و زشتی ها رو از ما میشویند، تا که غسل آورند از آن جرم دراز، در صفه پاکان روندن در نماز. اندر آن صفهاز اندازه برون، غرقگان نور نحن الصادقون. در آنجا که صفهایی هستند، صفن صفا که هست در قرآن، صفهایی هستند و غرقگان نور نحن الصادقون، یک کسانی هستند در آن صفها که میگن ما صادق بودیم، ما به خود دروغ نگفتیم، ما به دیگران دروغ نگفتیم، ما اهل صدق بودیم. غرقگان نور نحن الصادقون. و السلام علیکم.